سلام. میبینم که زود از جو مزرعه خسته شدی. تو الان باید با اسب سفید کنار شاهزادت باشی. چیزی نمیشنوم. مسلمه نبایدم بشنوی، چون به نفعت نیست. انگار خوشحالی که موضوع تند پیش میره. نکنه میخوای عذاب وجدان تو اینطور جبران کنی؟ جواب تو نمیده. بله عمو جان. چه خبر؟ همه چی خوبه. من برگشتم خونه. نه حالم پشت سرم بود، فکر کنم یه نیم ساعت دیگه برسه. میدونم، خواهرم بهم خبر داد. امروز برنامه چیه؟ میتونی یه سر بیای شرکت یا نه؟ قرار بود یه سر برم دانشگاه. اومدم خونه تا لباسامو عوض کنم. خیلی خوب، بعد از ظهر میبینمت. باشه. خدا نگهدار. گفتن رفته بودی مشوقت و دلداری بدی، فکر میکردم ازش فراری. خوشحالم کردی. سمر از نهال دور شو، نبینم مزاحمش شدی. حواست باشه. اول ماشین نهال خانم رو بذار تو پارکینگ، بعدن برو خرید. متوجه شدی؟ روی چشم. خوش اومدین خانم. ممنون. سلام. صبح بخیر. صبح بخیر. من یه سری میرم آشپزخونه. باشه. حالتون چطوره؟ حالا که تو رو دیدم حالم خوب شد دخترم. خب چه خبر؟ مثل همیشه. میخواستم الان سعید رو بفرستم یکم خرید کنه. خوبه. بفرمایید تو. نهال سلام. تو حالت خوبه؟ آره حالم خوبه. شنیدم دوباره قش کردی، نگرانت شدم. نمیخواد نگران باشه، حالم خوبه. هنوز از دستم ناراحتی؟ نه. خیلی ناراحت شدم فهمیدم حالت بد شده، فکر کردم تقصیر من بوده. چه ربطی به تو داره؟ شاید اون موقع فشارم افتاده بود پایین. عزیز دلم، من به صلاح تو فکر میکنم. امیدوارم دلگیر نشی، ولی از این به بعد دیگه هیچ دخالتی نمیکنم. دیگه شما تصمیمتون رو گرفتید، درست نمیگم؟ حتما دیشب نشستین تا صبح حرف زدین. درسته. مهند رسید؟ آره رفت تو اتاقش. با اجازه. رسیدی؟ آره. تو کی میری؟ تا یه چند دقیقه دیگه میرم. باشه، خدافظ.
صبح بخیر، خسته نباشی. سلامت باشی. جمیله. بله. میشه اینا رو هم با خودت ببری؟ بله حتما. میخواین با آسانسور بریم پایین؟ نه، تو برو. چیزی شده؟ نه، دارم میرم. خوبه، خدا به همراهت. خداحافظ. موفق باشی. اجازه میدین؟ میتونم بیام تو؟ حال من هنوز خیالم راحت نشده. چرا؟ آخه هنوز مطمئن نیستم که منو بخشیده باشی. من واقعا معذرت میخوام. چرا اینقدر موضوع بزرگ میکنی؟ فراموشش کن، خیالت راحت. ولی هنوزم از دستم دلگیری. اینطور نیست، نمیفهمم چی میگی. آخه تو منظور منو بد برداشت کردی. میشه لطفاً این موضوع تموم کنی؟ دیگه هیچی واسم مهم نیست. منظورت چیه؟ دوست ندارم چیزی بگم. هر اتفاقی که قراره بیفته میفته، دیگه بحث کردن نداره. چیزی شده؟ نه، دوست ندارم زندگیتون رو ول کنین و بچسبین به موضوع ما. یعنی چیز دیگه ای مهمتر از موضوع من و مهند تو این خونه وجود نداره؟ کافیه دیگه. باشه، من دیگه اصلا در مورد این موضوع حرفی نمیزنم. آشتی کردیم؟ قهر نبودیم که آشتی کنیم. پس باید اینو ازم قبول کنی؟
یادم ازش خوشت اومد. اگه قبولش کنی میفهمم دیگه از دستم دلگیر نیستی. لزومی به این کارا نیست. کادومو رد نکن، دوست دارم اینو تو گردنت ببینم. زود باش بندازش. خیلی ممنون. امیدوارم برات شانس بیاره. بذار کمکت کنم. نگاه کن سمر چی بهم داد. آه خیلی قشنگه. خیلی بهت میاد. تو گردن تو خیلی قشنگ تره. لباس شیر رو روشن کردم، دیگه چی کار کنم؟ جارو بزنه و تی بکش. باشه. به کی نگاه میکنی؟ سعید داره با کی حرف میزنه؟ مشکوکه. جمیله دخترم کارت درست نیست، بیا کنار. استغفرالله. رفت بیرون تو با تلفن حرف بزنه. خب شاید یه معشوقه داره، نکنه باید از تو اجازه میگرفت. یه جوان تو این سن و سال حتما یکی تو زندگیش هست. اصلا باشه یا نباشه به شما چه ربطی داره؟ اینا چقدر فضولن. از دست اینا برید دنبال کارتون، انقدر فضولی نکنی. بذارید راحت باشه. کاری رو که گفته بودین انجام دادم. در مورد اون خونه هم تحقیق کردم. خب ظاهراً کسی از اون خونه خبری نداره. سعی کردم یه چیزایی بفهمم. از پسر کوچیک چند تا سوال پرسیدم، گفت ما اونجا هیچ ویلایی نداریم. منظورت اینه که فقط مهند میره اونجا؟ ظاهراً همینطوره. ولی سمر خانم از اونجا خبر داره؟ شاید عدنان میکم اونجا رو بشناسه، ولی مطمئن نیستم. باید مطمئن شی، چون اگه فقط سمر خانم از اون ویلا خبر داشته باشه، این میتونه واسه خانواده ی زیاگیل یه فاجعه باشه. باید تا توی این موضوع رو برام دراری. روی چشم. خیلی مواظب باش، دست از پا خطا نکن. شما خیالتون راحت باشه. هر اتفاقی که افتاد منو در جریان بذار. بله هلمی بیک. اینا بهونه است، میگه به خاطر مراد نمیخواد بیاد جشن. چرا نمیخوای بیای؟ به همون خوش میگذره. میدونم، ولی خب چی کار کنم؟ دیرم شده، باید یه سر برم خیریه. نه حال جان، تو هم با من میای؟ نه، میخوام برم پیرنم رو انتخاب کنم. باشه، پس من میرم، بعد از اون میگیرم. خدا نگهدار. سمر خیلی ممنون. آخه به خاطر چی؟ خوشحالم با هم آشتی کردین. خودش اومد معذرت خواهی کرد. منم دیگه باید برم. فیروزه خانم اونجا پیش خیاط منتظرمه. درست نیست دیر کنم. متاسفانه باید صبر کنم تا لباستو روز جشن ببینم. ولی من برات یه سورپرایز دارم.
اگه ببینیش قش میکنی. نه حالا عزیزم، فراموش نکنی تو باید دو تا پیرن انتخاب کنی. یکی تو جشن بپوشی، یکی هم بذاری واسه جشن سال تحویل. گوش کن، نگی عداشو در آوردم ها، اگه بفهمه واسه مصیبت درست میکنه. نگران نباش عزیز دلم. اینجا چی کار میکنی؟ چی خریدی؟ اومدم یکم خرید کنم. بیچاره قرار بود بره دستشویی، اینقدر که این دختر دیالا پر حرفه. تقصیر بیسانه دیگه، یه سلام بسه، الان یه ساعت روپاش وایستاده. راستی مالدیو چطور بود؟ دیوونه کننده بود. با کی رفته بودی؟ توریستی بود. گفتم که نرمینم از سوئیس را بلیط رزرو کرده بود ولی بنده خدا نتونست بیاد. آخه یه عمل جراحی واسه قلبش انجام دادن. چرا زودتر بهم نگفتی بهش زنگ بزنم؟ حالا فکر میکنه بهش اهمیت نمیدم. حالا اینو ول کن، یه خبر خیلی خوب برات دارم. پیرهن اروا خانمو که قراره روز جشن بپوشه رو دیدی؟ شنیدم از خارج از کشور خریده. خیاط سلمه خانومم دقیقا همون مدل و واسش دوخته، تازه همون رنگ. ها؟ یعنی آبروشون تو جشن میره؟ متاسفانه آره. واقعا جولیا همیشه واسم خوشخبر بودی، وای روحیه گرفتم. تازه یه خبر بهتر دارم، تحسین عزیرم تو جشن هست. کی اومده؟ هفته پیش از آمریکا اومد. خب شاید این دفعه یه چیزایی بینتون اتفاق بیفته. منظورت از این حرفا چیه؟ من هیچ ارزشی واسش قائل نیستم. خب دیگه واسه من یکی فیلم بازی نکن، آخه مگه کسی رو این کره زمین هست که عاشق اون نباشه؟ در مورد کی حرف میزنین؟ راجع به تحسین عزیر. مرد خیلی محترمیه. چند روز پیش داشتم روزنامه اقتصاد میخوندم، نوشته بود که با بزرگترین تاجرای دنیا رابطه داره. تازه شنیدم قراره روی اون ساختمونا اسم همسرش رو بذاره. حالا که میخواد تو جشن شرکت کنه، پس بهتره یه کمکی هم به خیریه بکنه. مگه قراره تو جشن شرکت کنه؟ آره میاد. پس فکر کردی مادرت واسه چی رنگش این همه پریده؟ جولیا خودتو جمع جور کن. ای بابا چرا ناراحت میشی؟ دارم باز شوخی میکنم. اومدن دنبالتون. باورم نمیشه تو با این میری این ور اون ور. آشتی کردی. تو هیچ وقت آدم نمیشی جولیا. مگه فراموش کردی چه بلایی سرت آورد؟ چه جوری بهش اجازه دادی دوباره با رابطه داشته باشه؟ خب چی کار کنم، دوستش دارم. آخه از چیه این خوشت اومده؟ همسن پسر کوچیکته. من میرم، خداحافظ. به ما چه ربطی داره؟ زندگی خودشه. چرا باید اینقدر احمق باشه؟ تازه فکر میکنم باش خارج از کشورم رفته. واسه چی به من داره دروغ میگه؟ بیارزه هنوز نتونسته یکی هم قد و قواره خودش پیدا کنه. لیاقتش همین آدمه به درد نخوره. خسته نباشین. عدنان بیک رسیدن؟ بله خانم رسیدن. صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. جلسه چطور بود؟ بهتر از این نمیشد. بفرمایید، این صورت عنوان جلسه است. ممنونم. خواهش میکنم. نهاد؟ خبری از حلمی بهش نداری؟ نه، فعلا همون چیزایی که میدونین. اوضاع هنوز همونطوره. مگه چیزی شده؟ نه، ولی یکم نگرانم. حتما از جشن خیریه خبر داره. مگه اونم دعوته؟ مسلمه که نه، ولی نگرانم توی جشن یک کاری بکنه. علمی اونال از کوچکترین فرصتی استفاده میکنه. راستش با پلیس برای اون روز هماهنگ کردم که نذارن بیاد تو، ولی هنوز نگرانم که نکنه یه وقت بیرون سالن کاری بکنه. چون بیرون تبلیغات گذاشتیم، نباید بهش فرصت بدیم تا کار اشتباهی بکنه. شما درست میگین، منم با وکیل هماهنگ میکنم. ازت ممنونم. آخه این چه وضعشه خدایا. باید بهش میگفتم.
کار درستی کردی عزیزم. یکم آرومتر دردم گرفت. معذرت میخوام. خوش اومدی عزیزم. خیلی خسته شدی؟ از صبح دارم میدوام خودمو واسه جشن آماده کنم. من و باش تو خیلی منتظر بودم بیای و یکم بهم کمک کنی. دوست داشتم بیام ولی وقت نشد. همه اونجا بودن، حتی عربا خانوم. خب اون خیلی زرنگه، دیگه منو واسه چی میخوای ها؟ آره تو فقط تو خوشگذرونی ها حاضری. کافیه، میتونی بری. بله خانوم. با این رفتارت داری جلب توجه میکنی، یکم خودتو جمع جور کن. کدوم رفتارمو میگی؟ من فقط یکم خستم. منم این سختی رو به خاطر خودم تحمل نمی کنم، دارم واسه تو تلاش می کنم. هرچی دلم خواست نخریدم، سعی کردم صرف جویی کنم. وقتی خودت فاکتورا رو دیدی باور می کنی. آره واقعا خیلی صرف جویی کردی. دوست داری ببینی چی گرفتم؟ نه حوصله ندارم. مواظب باش چروک نشه. من یکم لباسای کمدو خلوت میکنم تا بتونی راحت تر پیرنتو بذاری. بپوش ببینیم چه جوریه. خجالتم ندین دیگه. نگران نباش، روز جشن میبینی. تو از این رنگ خوشت اومده؟ مگه تو خوشت نیومد؟ به من چه ربطی داره؟ مگه من میخوام بپوشمش؟ به نظر من که خیلی قشنگه، خدا میدونه چقدر تو این لباس خوشگل میشی. من میرم تو اتاقم درسمو بخونم. موفق باشی. جمیله لباسو بده آویزونش کنم. مهند بگی قراره چی بپوشه؟ فکر کنم کت و شلوار بپوشه. نمیدونم، اون باید شیک بودن تو رو تکمیل کنه. مهند بگ هرچی بپوشه بهش میاد. ببینم غیبت منو میکنی؟ شنیدم راجب من حرف میزدی. میگن هرچی بپوشی بهت میاد. خیلی ممنون سهیلا. این یه واقعیته. مهند بگ لباس نهال خانمو دیدین؟ نه، نشون بده ببینم. روز جشن میبینیش. ما بریم پایین، حتما کاپیتان منتظرته. مگه کاپیتان رضا اینجاست؟ گاهی وقتا سر میزنه. اگه با ما کاری نداری ما بریم پایین. نه برید به سلامت. امروز چی کارو کردی؟ خونه موندی؟ نه رفتم پیرنم آوردم. تو چی؟ تو میای جشن؟ چیه؟ خوشت نیومد؟ هدیه سمره. خب جواب ندادی، میای جشن؟ بعدم با هم حرف میزنیم. من سرم درد میکنه، میخوابم، برای شام بیدارم کن. باشه. دنبال همچین شالی بودم، وقتی دیدمش نتونستم نخرمش.
الو، تو کجایی؟ خونم. چطور؟ برو کارگاه، کارت دارم. چی شده؟ هیچی، زود برو اونجا، میخوام بیام باهات صحبت کنم. الان بگو. فقط دیر نکن، منتظرتم. سمر؟ من نمیفهمم آخه ما منتظر چی هستیم؟ منم نمیفهمم که تو چرا اینقدر عجله داری؟ آقا سلیمون، عمرمون داره میگذره، دیگه وقت نداریم. به جای اینکه این حلقه رو تو جیبم بذارم، بذار دستم باشه. هر بار که چشمم به دستم بخوره میفهمم که زن و زندگی دارم. سایلا، نظر تو چیه؟ نمیدونم. چی رو نمیدونی سایلا؟ جواب بده ببینم، تو میخوای ما زودتر عقد کنیم یا نه؟ هر دفعه میگین بزنی واسه هفته بعد. حالا که اینطوره بهتره آقا سالیمون حلقه رو دستت کنه. این حرفا چیه؟ مگه میشه بدون جشن پایکوبی همینجور خشک خالی؟ آره چرا نمیشه؟ ما هنوز آمادگیشو نداریم. تازه مگه خودتون نمیخواین کسی رو دعوت کنین؟ روز جشن خیریه خونه خالیه، همون روز جشن میگیریم. آره فکر خیلی خوبیه. مگه بهتون اجازه میدن؟ من با عدنان بک صحبت میکنم. بهش بگین رضا بیشتر از این نمیتونه صبر کنه. اگه زودتر تمومش نکنین، یا این حلقه ها رو میندازم تو دریا، یا خودم رو میندازم تو دریا و راحت میکنم. همینی که گفتم. این چه کاری بود کردی سمر؟ مگه چی کار کردم؟ چرا اینقدر از دستم ناراحتی؟ بگو ببینم چرا اون گردن بندو دادی به نهال؟ آهان، پس برای اونه. داری لجبازی میکنی نه؟ تو میخوای منو دیوونه بکنی؟ دیگه برای چی باید گردنم میمون؟ نهال بیشتر از من لیاقت اونو داشت. سمر، چرت و پرت نگو. اینقدر بی خودی شلوغش نکن، فقط دادمش به صاحبش. از اینکه سر کارش میذاری خوشحالی نه؟ چرا باش بازی میکنی؟ نگرانشی؟ بهش گفتی دوستش داری؟ سمر، تو منو مجبور کردی. تقصیر تو بود، تقصیر اون مادر جادوگرت بود، میفهمی؟ خوبه یه چیزی پیدا کردی بهونش رو بگیری. تو داری راهو اشتباه میری. تو حق نداری با احساسات اون بازی کنی. تو نمیتونی با این راه از من انتقام بگیری سمر. بهت اجازه نمیدم دل اونو بشکنی، میفهمی؟ این تویی که داری باهاش بازی میکنی. امیدوارش کردی تا خودتو نجات بدی، از ترس عموت این کارو کردی. تو خیلی زود تسلیم شدی محمد. من دیگه هیچ راهی نداشتم، باید چیکار میکردم؟ هیچی، چون تو یه احمقی، ابلهی، مغروری، چون تو فقط به خودت فکر میکنی. این شخصیت توه، نمیتونی کسی رو دوست داشته باشی، حتی نهالو. پس دیگه اینقدر بهونه گیری نکن و همه چیزو گردن من ننداز. تو واقعا آدم مزخرفی هستی. سمر، دهنتو ببند، کافیه دیگه. الان خوب دارم میشناسمت. حاضرم قسم بخورم موهاتو خیلی بیشتر از نهال دوست داری مهند.
خوش اومدی. خیلی ممنون. حالتون چطوره؟ ممنون بد نیستم. خیلی خوش اومدی. سلام. 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 ممنونم. با اجازتون میبینمتون. چرا نهال هنوز نرسیده؟ منتظر مهنده، دیگه میرسم. نمیخواست بیاد، به زور رازیش کردیم. نکنه دوباره نظرش عوض شده و نهالشو تو خونه کاشته. مهندو که خوب میشناسی. سلام. سلام انام جان، چقدر زیبا شدی. کنارت ملکه یه زیبایی وایساده، اون وقت به من میگی زیبا شده. درسته، نمیتونم چشم ازش بردارم. بفرمایید، خوش اومد. کسی از ماها اومده؟ مامان و بیستان تازه رسیدن، ولی نهال و مهند هنوز نیومدن. نگران نباش، الان دیگه میان. خوش اومدین. چرا دوست تو با خودت نیووردی؟ فیروزه خانم، سر به سرم نذار. بیستان، چرا اروا خانم نیومده؟ نمیدونم، الان پیداش میشه. آه، سلمه خانومم رسید. خدا کنه خبرنگارا ببیننش، ازش عکس بگیرن. اونهاش رسید. سلام. انگار لباسشو عوض کرده. شبتون بخیر. چی شد؟ چرا لباستو عوض کردی؟ والا راستش دوستم نجاتم داد، گفت که قراره سلمه خانومم همین پیرنو بپوشه. منم بلافاصله راننده رو فرستادم تا برام این لباسو بگیره. کار خوبی کردی. همونطور که گفتم سلام انام خانومم اومدن. چطوری عزیزم؟ بد نیستم. سلام، حال شما چطوری؟ خیلی ممنونم، خوبم. وای چه خوشگل شدی. بدون آرایشم خوشگلی. یعنی آرایشگر فیروزه خانم هیچ تأثیری نداره؟ خب اگه راستشو بخوای ایشون خودشون خوشگلن. خیلی ممنون، دوست دارم خودمو ببینم. صبر کن، کارش تموم شه بعد. بیا اینا رو از تو فر در بیاری. قبلش آستیناتو بزن بالا، نمیتونی یه لباسو تمیز نگه داری؟ باشه، چشم. نهال خانم نمیخوان راه بیافتن؟ چطور مگه؟ نکنه جای دیگه ای قرار داری؟ نه خاله جان. بالا منتظر مهند بی که اگه ایشون نیومدن تو باید نهالو ببری. منم واسه همین منتظرم. هنوز کاپیتان و دارو دستش نرسیده؟ شوخی کردم بابا، دیگه الان باید برسم. خدا رو شکر حداقل اینجا هم یه جاش هست، وگرنه حوصله‌ام خیلی سر میرفت. ماهیگیره رسیدن. مهندم اومد. صبر کن، باید اینجا رو درست کنم. آها، خوب شدم نه؟ خیلی خوشگل شدی نه حال. چشمات خوشگل میبینه. خب دیگه من باید برم، ظاهراً مهند نمیاد. خیلی دیر کرده، ای کاش حداقل میگفت که نمیخواد بیاد، که تو این همه معطل نشی. میخوای بهش زنگ بزنم؟ نه، بهتر این کارو نکنی. تو مزرعه شنیدم داشتین با هم صحبت میکردین، فهمیدم که اون شب تو بهش گفتی بیا. من فقط میخواستم که تو رو خوشحال. خواهش میکنم، میدونم چرا این کارو کردی، میخواستی منو خوشحال کنی، اونم اومد تا منو خوشحال کنه. عزیزم، هیچ کس کاری رو زورکی انجام نمیده. مهند اگه نمیخواست نمیومد. ولی من مطمئن نیستم، نمیتونم بهش اعتماد کنم. از امروز به بعد میخوام خیلی با احتیاط قدم بردارم تا پشیمون نشم. اگه از عشق مهند مطمئن نشم، خودم و واسش فدا نمی کنم. آره، کار درستی میکنی. حالا نمیخواد امروز به این چیزا فکر کنی، برو شاد باش، خوشحالی کن. همین کارو میکنم، چاره دیگه ای ندارم. نهال، مادمازل،
مهند رسید. مهند. تایستین به یکم اومد. خوش اومدین تستین بیک. خیلی ممنون. مشتاق دیدار. منم همینطور. سمر خانم. خوش اومدین. خوشحالیم از اینکه تشریف آوردین. وظیفه‌ام بود. زحمات شما قابل قدردانیه. نظر لطفتونه. خیلی متشکرم. بفرمایید. سلام. خوش اومدین. سپاسگزارم. بفرمایید. نهال هنوز نرسیده. راستی حرفای روزنامه ها درسته؟ آره، از الان کمردرد دارم. وای نکنه امشب وقتشه. نگران نباش، هنوز نمیخوام. فیروزه اونجا رو نگاه. اروا؟ تحسین. بگو ببینم چه خبر؟ سلامتی. وایسا یه نگاه بهت بندازم؟ تو داری روز به روز زیباتر و جوانتر میشی. شما میش تغییری نکردین. اونجا چه خبره؟ تحسین ازدالا و اربا خانم از دوستای قدیمی هن. نه بابا، جدی میگی؟ پس همسرت کجاست؟ نیومد. یه چیزایی شنیدم، درسته؟ بعدم با هم حرف میزنیم. باشه. نهاد، ببین کی اومده. سلام. سلام نهاد، چطوری؟ خیلی ممنون. خیلی خوب، میبینمتون. راحت باشین. بفرمایید. بیا بریم. ما رو ندید، پاشو بریم بهش سلام کنی. دلیلی نداره. آروم باشین ببینم. اومدن. مبارک باشه آقا. عارف، یالا انگشتر رو بنداز دستشون. چیه؟ وقتی بزرگتر هستن تو چی کاره ای؟ آقا سالمون زحمتشو میکشه. اشکالی نداره. نه من جسارت نمی کنم. پس بذار از لمیز خانم خواهش کنیم. نه اصلا حرفشم نزنید. خواهش میکنم لمیز خانم، زحمتشو بکشید. ای بابا، یالا دیگه همه منتظرن. حل شدم. یه چیزی هم بگی. فقط کوتاه باشه. مبارک باشه. دیگه نگفتم اینقدر کوتاه. از ته دل براتون آرزوی خوشبختی میکنم. ممنون. مبارکتون باشه. مبارک باشه عزیزم. آقا رضا خوشبخت باشی. ممنونم، انشالله عروسی شما. بوسش کن. خیلی ممنون. این منم که باید ازت تشکر کنم، چون باعث شدی خوشبخت بشم. بذار دستتونو ببوسم. سهیلا بیا دیگه. مراد برو یه آهنگ بذار. ممنونم شهید خانم. مبارک بشه. آقا سلیمون دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. خوشبخت بشه. خیلی ممنون. مبارک بشه. انشالله خوشبخت شی. Oh, my God.